من. یک تعداد تلاش میکنند که از درون دین ما را ضربه بزنند با حذف توحید و توحید تخلق. پس صفات خدایی را به مخلوق میدهد. صفات خدایی را به کی میدهد؟ به مخلوق. جیغ بزنه حسین جان برم برست مشکل مرا حل کن. و کوده نگه حسین جان مشکلش حل میکرد در کربلا، خودش را خلاص میکرد. اینجا فهمیده؟ خودش را خلاص میکرد. و یه جیغ میزنه و حسین جان از تشنگی مردی اتو بود. خب بر خود او میداد، او با خود داده نتانسته. و تو احمق خدا با حسین چیخ میزنه. دقیق شدن گفت مرا؟ چی هست؟ ولی جای دارد؟ ولی میتونیم که ایره جای بتیم؟ شکل ما داری جاست. پس حدود را که رعایت نکنی در خرافات میکنی. صفات خدایی را برش داده بود بر تو دیگه برست. عزیزایم یک تعداد از این طریق میخوان که دین ضربه بزنن. شیرازه حیات ما و وجود ما توحید الله هست، یگانگی الله هست. این را به نام دین ضربه بدن از پیشید بگیر. وقتی که گرفت در منجلاب از خرافات داخل میشه. بعد از سایم میترس، از کرکر برگم میترس، در حالی که توحید است که والقدر خیره و شره. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدم ناکس نالایق یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین می‌دانم که وای شیعه هست، وای شیعه هست، وای کسی هست که آرامی تاجیکستان را نمی‌خواهد، وای کسی هست که می‌خواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند، حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود. میگوید به طرف مردم اشاره کرد، روز قیامت گفت دستای هر ایشان کپی دست ابوبکر دست عمر. روز قیامت گفت از قبر ما همچنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبری خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبری خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات به سر میبری که یک رفیق در حیاتت نمییابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت های خوب عمر بود. چگونه همی انسان زبانش کشاده می شود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند. خوش به حالش. باری حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگیرد، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند. حق رعیت پایمال نمی کردن. شب بود میگوید، عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم، نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه می سوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟ وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه مانده، مادر جان گرسنه مانده.
عمر وقتی صدای این نگه تیفلکا را شنید، عبدالرحمن نگه دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ کی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگ را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود، شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر می گوید عمر را نشناب، ندانست که این عمر است. حضرت می گوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد. آمد می گوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد می گوید خود عبدالرحمن می گوید حضرت می گوید آمد که علکه آتش خاموش شده است. خود می گوید علاو می کرد، پوف می کرد، از ریشه های مبارک می گوید دود بیرون می شد، گلوی مبارک می گوید دود فرا می گرفت، پوف می کرد، علاو این دیگ را در داد. خود با دستی خود می گوید یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو می شدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده ای تو بود. گفت چرا عمر در تختش خلافت نشستگی است؟ عمر می گوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمی رسد، عمر از حال همه شما درکدار نمی شود. می گوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین وقتی میگوید نگاه کرد که کودک ها خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودک ها چگونه خواب استن. وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدن و میگوید به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم، نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدن، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنیش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنیش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس، بدست خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس و بگو که من از عمر راضی هستم و این نویسان که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در دیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردن و گفت ای، گفتن پیروان عمر، گفتن وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همینه در پهلوی من در قبر همین مکتوب بذاره تا که در پیشگاه خدا من جواب گر نباشد. عمر چگونه شخصیت بود؟ این گونه خدا ترسی داشت؟ این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با اونها که اگر حرامی هست وی وی از بلد زینا هست وی حلالی نیست، بار هم وی بدبخت درکت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نماز خوان کردگی نیست، میخیدن عمر سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما ابداع احتیاط باشید و این عمر هست که برای نمازی با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیست رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردن و یا اینقدر تحقیر کردن.